بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به پیشگاه با عظمت قطب دایره امکان حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور عزیزان بیننده، دوستداران اهل بیت علیهم السلام در اقصا نقاط این کره خاکی. امیدوارم که هر کجا هستین تحت ظل آقا امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام موفق و مؤید و پیروز باشین. با قسمت دیگر از برنامه غم قربت و موضوع حضرت ام البنین سلام الله علیها در خدمت شما خوبان هستیم، همچنین در خدمت مهمان گرامی برنامه جناب حجت الاسلام و مسلمین حائری قزوینی. ضمن عرض خدمت حضور ایشون تقاضا میکنم که ابتداعا با شما عزیزان سلام علیکی داشته باشن تا انشالله بحثمون رو شروع کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم. با عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و آرزوی اوقات خوش از برای همگان و دعا برای تعجیل فرج مولا صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. امید است که انشاءالله این مباحث مورد استفاده همگان قرار بگیرد و مورد امضای نورانی آقا امام زمان بوده باشد. خواهش انشاءالله. جناب قزوینی، بحثی که خب داشتیم و خدمت عزیزان بیننده عرض کنم که در برنامه قبل ما بحثمون در خصوص حضرت ام البنین، شخصیت اون حضرت، نامشون، نام پدرشون، قبیله‌ای که در اون زندگی می‌کردن و ازدواج حضرت ام البنین با آقا امیرالمومنین سلام الله علیه و همچنین صفات برجستگی‌های اون حضرت، رابطه اون حضرت با آقا امیرالمومنین و فرزندانشون و بحثی که جناب حائری داشتیم این بود که حضرت ام البنین خب شناخته شدن به ام البنین به جهت اینکه مادر فرزندان، حالا اینکه مشهور هستش و فرمودید که دارای 4 فرزند بودن، ابتداعا آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و در انتها جناب عثمان. در صحرای کربلا همونطور که فرمودید هر چهار فرزند اون حضرت شهید شدن و وقتی که خب خبری آوردن و اونطور که مشهوره گریه های اون حضرت و زجه هایی که اون حضرت میزدن در غم فرزندانشون و همچنین آقا ابی عبدالله علیه السلام در رأس همه اینها مشهور هستش. در این خصوص اگه مطالبی هستش بفرمایید ممنون میشه. بله، حضرت ام البنین سلام الله علیها که در واقع در بیت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه بله تربیت کاملی یافته بودند. بله، می‌بینیم نقش مهمی ایفا کردند در بیداری و آگاهی مردم در رابطه با قضیه کربلا و شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و سایر شهدای کربلا، زیرا که اون حضرت برنامه مرتبی داشتن در بقیع، یعنی اگر صرف گریه بود بله و اظهار ناراحتی بود ممکن بود که این کار رو در خانه خودشون انجام بدن. بله صحیح. ولی این آمدن به بقیع معنیدار بوده، مانند گریه های حضرت فاطمه زهرا سلام علیها. بله بله. که ما میبینیم حضرت زهرا سلام علیها میتوانستن در خانه خود گریه کنن ولی این کار رو نمیکردن، میامدن کنار قبر پدر بزرگوارشون بله. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشعار جانگدازی میسرودن و کلمات خاصی رو بیان می‌فرمودند که همه اینها در واقع یک مخالفت آشکاری بود با ظالمین و ستمگران اون حضرت. یا گاهی کنار قبر حضرت حمزه سید الشهدا بله و در بیت الاحزان این برنامه مستمر حضرت زهرا سلام الله علیها بود تا وقتی که
حال بیرون آمدن از منزل را داشتند. حضرت ام البنین سلام الله علیها نیز می توانستند در خانه گریه کنند، بله، ولی این کار را انجام نمی دادند، بلکه می آمدند در بقیع و در اونجا به تعبیر بعضی از اساتید ما مرحوم آیت الله موحد ابتهی، ایشون تعبیر می کردند که حسینیه حضرت درست کردن در بقیع، که اون قطعه ای که حضرت می نشستند و چهار صورت قبر ترتیب داده بودند. یعنی این قبرهای نمادین از برای فرزندانشون، با اینکه همه میدونستان، خود ایشون هم میدونستان که قبر فرزندانشون اینجا نیست، به این قبرها در کربلا است، ولی اونجا صورت قبر می ساختن و کنار این قبرها می نشستن و گریه می کردن. خود این امر یک تأثیر فوق العاده ای در احساسات مردم داشته است. لذا حتی مثل مروانی که از دشمنان قسم خورده اهل بیت علیه السلام بود، کسی که در قضیه کربلا نیز نقشی داشته و اظهار خوشحالی کرده از شهادت امام حسین علیه السلام، و قضیه های او با امام حسن مجتبی علیه السلام و سایر قضایا معروف و مشهور در تاریخ، مروان وقتی که از نزدیک بقیع میگذشت بی اختیار از مرکب خودش پیاده میشد و برای دقایقی با حضرت ام البنین سلام الله علیها اظهار همدردی میکرد و گریه میکرد. وقتی که به او میگفتند که تو چرا گریه میکنی، میگفت این بانو حق دارد که گریه کند، زیرا که چهار پسر داشته که بر روی کره زمین مثل و مانندی از برای اونها نبوده است. از این برنامه حضرت ام البنین سلام الله علیها یک برنامه خاصی بوده برای توجیه جامعه خودشون، بله، به عظمت مصیبت عاشورا و کربلا، بله، و اهمیت شخصیت هایی که اینها در کربلا به شهادت رسیدن. و اشعار حضرت هم حاکی از این جهت است که اشعاریشون می سرودن، بله، بعضیش رو در پاسخ به بعضی از زنانی که اینها به حضرت می گفتن تا کی شما گریه می کنید، بله، بعضی رو هم به صورت ابتدایی برای بیان مقامات و شؤون چهار پسر خودشون، که یک شعرشون این است که لا تدعونی وی که ام البنین تذکرینی بلیوث العرین کانت بنون لیعود آبهم والیوم اصبحت ولا من بنین اربعت مثل نسور ربا قد واصل الموت بقطع الوتین. ترجمه این اشعارم بفهم ممنون میشه. هر سبت که یعنی مرا ام البنین نخانید که من دیگر مادر پسران نیستم. لا تدعونی وی که ام البنین، شما وقتی که به من ام البنین میگویید مرا به یاد اون شیران بیشه شجاعت میاندازید. تذکرینی بلیوث العرین اربعتون مثل نسور ربا، چهار پسری که مانند بازهای شکاری بودن. نسور جمع نسر، نسر معنای باز شکاری است. مثل نسور ربا قد واصل الموت بقطع الوتین، اینان از دم شمشیر گذشتن و به شهادت رسیدن، صحیح، و رگ گردن اونها قطع شد، صحیح، کنایه از این که سرهای مطهر ایشون رو، بله، از بدن جدا کردن. بعد می فرماید یا لیت شعری اکما اخبرو به ان عباسا قطیع الیمین، ای کاش می دانستم که آیا همین طور است که به من خبر رسیده که دست فرزندم عباس را از بدن جدا نمودن. که طبعا این بیان برای تهییج اون مصیبت و بیان اون واقعی هولناک است در صحرای کربلا. یا اشعار دیگر ایشون، یا من رأى العباس کر على جماهیر نقد، یعنی ای کسی که شاهد بوده ای و دیده ای که فرزندم عباس بر جمع گورخران و
به صلاح حیوانات بزدل بر اینها حمله کرد و وراه من ابناء حیدر کل لیث ذی لبد، در پی او هم پسران حضرت حیدر کرار امیر مؤمنان علی علیه السلام شیران بیشه شجاعت بودن. بله اون بعتو ان ابنی اصیب برأسهی ضرب العمد، به من اینطور خبر دادن که عمود آهنین به فرق فرزند من اصابت کرد، کنایه از حضرت ابوالفضل علیه السلام. لو کان سیف کفی یدیک لما دنا منک احد، ای فرزند من عباس، من میدانم اگر شمشیر در دست تو بود، یعنی دست تو قطع نشده بود، احدی جرأت نداشت که به تو نزدیک بشود. صحیح. بعد یک مطلبی هم هستش که خب البته مشهوره، گاهی مواقع من دیدم بعضی از خطبا یا مادهین این صحبت رو میکنن که در رأس اونها حضرت ام البنین ابراز میذاشتن که من بیشتر بر حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام گریه میکنم. این صحت داره؟ بله، این اینها کلام ایشون در روایات بیان شده که بله. حضرت ام البنین سلام علیها اون شدت علاقه خودشون رو به آقا امام حسین علیه السلام ابراز میکردن و حتی موقعی که بشیر وارد مدینه شد، که حالا در زبان فارسی بیشتر تعبیر به بشیر میکنه و اما در متون روایی ما بشر هست، بشر ابن حدلم، که ایشون همراه امام زین العابدین علیه السلام بوده است و حضرت به او فرمودند خدا پدرت را رحمت کند، او شاعر بود، تو هم طبع شعر داری؟ عرض کرد بله. فرمودن برو به شهر مدینه وارد شو و به مردم خبر بده جریان شهادت پدرم را و نزدیک شدن ما را به شهر مدینه که مردم با خبر باشند. و ایشون وقتی که آمد وارد مدینه شد، در یکی از این کوچه ها که عبور می کرد و با صدای بلند می گفت یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فعد معی مدرارو، ای اهل یثرب اهل مدینه دیگر در این شهر نمانید که حسین علیه السلام کشته شده و میبینید اشکهای من جاری هست. ناگهان دید یک بانوی بلند بالایی به او خطاب میکند، بگو ببینم از فرزندم حسین چه خبر داری. صحیح. بهش دید که این خانم خیلی معلوم میشه پریشان حال هست. بله. که توجه نمی کند انگار که چه دارد اعلام می کند، فقط دانسته که این آقا آمده و از کربلا خبری آورده. یه وقایعی بوده در کربلا، اما چه بوده این وقایع به تفصیل، اینها رو که نه از روی پریشانی یا نمی داند یا میخواهد مطمئن بشود، بیشتر صحیح. مطمئن بشود، لذا میگوید از فرزندم حسین چه خبر داری. صحیح. ایشون سوال کرد که شما که هستید؟ فرمود من ام البنین هستم. بله. بعد بشر ابن حدلم یا بشیر به تعبیر فارسی زبان ها خواست ایشون رو آماده کند، بیشتر دید بله. که خیلی نگران امام حسین علیه السلام هست. یکی یک پسرانش رو خبر داد شهادتشون را، تا رسید به حضرت ابوالفضل علیه السلام. ام البنین فرمود فدای فرزندم حسین با ماشا. حتی تعبیر امام حسین علیه السلام رو به فرزند تعبیر میکرد. بالاخره خبر شهادت امام حسین علیه السلام رو وقتی که داد، ام البنین اونجا بود که با صدای بلند گریه کرد و وا ولداه وا حسیناه گفت و بعد برای فرزندانش عزاداری می‌کنه. خیلی ممنون از توضیحاتتون. از این بیننده یک برنامه ببینید، برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود. خدایا شکر پایان درد و روزگار مهنت، خدایا شکر پایان در دورو
روزگار مهنت نیامد بر بالینم، غم دارم ز رنج و غربت نیامد بر بالینم، غم دارم ز رنج و غربت. ماه من بیا بماندم این چنار من، چه بنگری تو حال زار من، چه بنگری تو حال زار من. علم دارم زداغ تو همیشه، غم دارم فقان و گریه بر تو شد کارم، فقان و گریه بر تو شد کارم. علم دارم زداغ تو همیشه، غم دارم فقان و گریه بر تو شد کارم، فقان و گریه بر تو شد کارم. ابو عزیزان بیننده در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه غم غربت و موضوع حضرت ام البنین سلام الله علیها. جناب جاهلی خدمت عرض کنم که خب بحثمون در خصوص فرزندان اون حضرت ام البنین بود، شهادت فرزندان اون حضرت، و بحثمو اینطور عوض میکنم که در جامعه ما و مؤمن شیعیان در پاره مواقع خب وقتی دارای حاجتی باشن، حاجت مهمی باشن، متوسل میشن به ذوات مقدس اهل بیت علیهم السلام و یکی و در کنار اونها به افراد مثلا حضرت رقیه سلام الله علیها، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و یکی از کسانی که مشهوره متوسل میشن حضرت ام البنین هست، حالا به شیوه خاص خودش. این توسل رو دوست داریم بیشتر در خودش بفرمایید. بله، توسل همونطور که فرمودید در بین شیعیان و غیر شیعیان، شیعیان بله، به استثنای وهابی ها که اینها در واقع افراد بی منطقی هستند و هرچه توضیح در باره توسل داده شده، نوشته شده، اینها انگار اینها رو نخوندند و نمیخوانند و نمیشنوند، نمیخوانند هم بله همون مطالب خودشون رو دوباره تکرار میکنن، صد باره هزار باره تکرار میکنن، مثل کسی که خودش رو به خواب زده و حاضر نیست که مطلب رو بشنود. لذا ما روی سخنمون با عزیزانی است که اینها اهل توجه هستند و به حمد الله بیشتر بینندگان عزیز ما اهل منطق و اهل مطالعه هستند. کتاب هایی که در باره حضرت ام البنین سلام الله علیها نوشته شده یک بخش اون را به همین مطلب اختصاص دادند و توسلات حضرت ام البنین سلام الله علیها، و خود بنده بسیار تجربه کردم، خود من در زندگی خودم فراوان بوده است مواردی که مشکلاتی پیش آمده با توسل به حضرت ام البنین سلام الله علیها و نذر صلوات برای اون حضرت، نذر قرآن برای اون حضرت حاجت گرفتم، حاجت‌های مهمی را گرفتم از خداوند متعال به برکت توسل به حضرت ام البنین سلام الله علیها. و دیگر از دوستان ما، از آشنایان ما هم
فراوان بودن و هستن بهم. که با توسل به حضرت ام البنین سلام الله علیها به حاجت‌های خود رسیدن. حاجت خاصی هم آیا مد نظر؟ مثلا ببینید گاهی مواقع در مسائل خاصی به یکی از ذوات مقدسه یا به یکی از عزیزان متوسل میشن، در خصوص حضرت ام البنین در چه مثلا مسئله مهمه ای هستش که بیشتر متوسل میشن؟ فرق نمی کنه، در هر جهتی از جهات مثلا کسانی که آرزومند هستن برای زیارت عتبات عالیات مشرف بشوند و این کار براشون مثلا سخت و دشوار است احیانا، یا مثلا برای تشرف به حج به عمره و یا مثلا امر ازدواج هست از برای دختر خانم هایی که اینها امر ازدواجشون سخت باشه، یا آقایون پسرهایی که اینها مثلا بخوان ازدواج بکنن، یا در موارد دیگر. در مردم عراق بله. یکی از موارد مهمی که بنده خودم زیاد شاهد بودم در رفت آمدها بله. توی ماشین که سوار میشن یک نفر با صدای بلند میگه که یه حمد و سوره نثار حضرت ام البنین کنید برای آسان شدن کار. و ما در عراق این سفرهای بسیاری که داشتیم، یعنی نسبتاً زیاد سفر کردیم، بنده ندیدم یک حوادث خونینی در تصادفات و در مثلا جاده ها، با اینکه خیلی هم اونها تند رانندگی میکنن، این به برکت توسل به حضرت ام البنین سلام الله علیها محفوظ میمانند از اون خطرها و از اون قضایایی که هست. در غیر این موارد هم باز همینطور در جاهای مختلف مشاهده میشه توسلاتشون به حضرت ام البنین سلام الله علیها. گاهی در بعضی از بلاد سفره هایی پهن میکنن به نام حضرت ام البنین، خیراتی برای حضرت ام البنین سلام الله علیها و تقاضای حاجت میکنن. بهتر اینه که اون صلوات یا اون قرآن اینها رو برای حضرت ام البنین سلام الله علیها به نیت تعجیل فرج امام زمان انجام بدن و اون وقت حاجت خود را طلب بکنن، که مسلم آقا امام زمان در مورد انسان دعا خواهند کرد. من بارها خب مشاهده کردم قسم هایی هم که میخوان، یعنی بزرگترین قسمی در پاره مواقع دم قسم میخوانن به جناب ام البنین و واقعا هم بر این امر خیلی ثابت هستن و جواب هم میگیرن. خب میرسیم به بحثی که خب قاعدتا وفات و شهادت اون حضرت هستش. وفات اون حضرت هستش، وفاتش به چه صورت بود؟ حالا چون خیلی از ما خودمون نمیدونیم به چه صورت وفاتشون پیش اومد و همچنین یک گروزی هم داشته باشیم به قبر اون حضرت. بله، حضرت ام البنین سلام الله علیها اونطوری که بعضی از بزرگان معاصر و نزدیک به عصر ما نوشتن در 13 ماه جماد الاخره بله در سال 64 از هجرت ایشون از دنیا رحلت کردن در زمان امام زین العابدین علیه السلام و نواده ایشون که فضل ابن عباس باشه بله. فرزند حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، ایشون با چشمان اشکبار میاد خدمت امام زین العابدین علیه السلام و خبر وفات حضرت ام البنین رو ابلاغ میکند و آقا امام سجاد علیه السلام متصدی امر ارشاد که بله تجهیز حضرت ام البنین سلام الله علیها اهتمام به این جهت که حالا چه کسی غسل داده کفن کرده اینها در تاریخ ثبت نشده بله. ولی به هر حال در امر اون اهتمام به امر تشییع و تجهیز حضرت امام سجاد ام البنین سلام الله علیها امام سجاد علیه السلام اقدام نمودن و اون حضرت را در همون حسینیه خودشون تعبیری که عرض کردم استاد ما میفرمودن بله. جایی که به نام امام حسین علیه السلام ایشون نوحه سرایی میکردن عزاداری میکردن در همون جا حضرت رو به خاک سپردن و بر قبر ایشون در همون قبرستان بقی در قبرستان بقی نزدیک در واقع
درب ورودی هستش بله. قسمت چپ بله. بله اونجا و نزدیک قبر بعضی از عمه های پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشون در یک چنین جایگاهی به خاک سپرده شدند و قبه داشته و مرقد منور ایشون بقعه داشته است. متاسفانه وهابی ها اینها رو منهدم کردن و اینا آثارش موجوده در کتاب های مختلف، یعنی بله. تاریخ حجاز رو فقط شیعه ننوشته است که بگوین که شما شیعه ها اینها رو درست کردید، اینها رو نوشتید. بسیاری از سفرنامه نویس ها بودن، اینها خاطرات خودشون رو نوشتند، یا کسانی که اینها کتاب تألیف کردند در تاریخ حرمین شریفین بله. مکه و مدینه و سنی مذهب بودند. اینها در کتابهای خودشون نوشتن و حتی بعضی در زمان عثمانی ها که بودن بله. که قبل از روی کار آمدن وهابی ها، اینها 80 و چند سال این حکومت فاسد و جائر روی کار آمده و این جنایات رو مرتکب شدن، قبل از اون عکس ها هم موجود هست، حتی عکس بله. ارشد بقعه هایی که در بقیع بوده است، اینها موجود هست که اینها متاسفانه تخریب کردن و ویران نمودن. خب خیلی ممنون از توضیحاتتون. با اجازه شما و عزیزان بیننده یک برنامه ببینیم، برمیگردیم و انشالله بحثمون رو ادامه خواهیم داد. ای شده مهرم به ولای علی، فاطمه دوم بیت علی، اختر تابنده برج ادب، شیر زن خیل زنان عرب، ام بنین ام ادب ام نور، چشم بد از قدر و جلال تو دور، اختر تابنده برج شرف، همسر ارزنده شاه نجف، خب از این بیننده از اینکه تا کنون با ما همراه بودین و برنامه خودتون رو مشاهده کردین کمال تشکر رو دارم. همونطور که مستحضر هستین، بحثمون در خصوص حضرت ام البنین سلام الله علیها بود و مباحثی که حول و حوش اون حضرت الان نسبت به فرزندانشون، همسرشون آقا امیر المومنین و مسائلی که برایشون به وجود اومد و همچنین مسئله شهادت حضرت عباس علیه السلام. جناب جواهری، قاعدتا حضرت ام البنین رو بیشتر به وقتی اصلا اسم حضرت برده میشه، تمام فکرها به سوی آقا حضرت عباس علیه السلام سوق پیدا میکنه و اصلا شناخت اون حضرت به
حضرت عباس علیه السلام. اگه موافق باشین به عنوان آخرین بحثمون در خصوص جناب آقا قمر بنی هاشم علیه السلام یه توضیحاتی داشته باشیم. بله، هر سبت که حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام دارای مقام و جایگاه بسیار ممتازی هستند که زبان بنده و امثال بنده یارای بیان ندارد و بلکه فکر و اندیشه ما به اون قله عظمت یک چنین شخصیتی نمی رسد. کسی که در کلام امام علیه السلام هست که خداوند دو بال به اون حضرت عنایت کرده که همراه با فرشتگان پرواز می کند، چون پرواز ممکن است که به ذهن بیاد پرواز معمولی مثلا در ذهن پرندگان و اینها، در صورتی که فرشتگان و بال فرشتگان اینها در قرآن کریم تصریح شده، اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع، جناح‌ها و بالهایی دارن دوتا و ستا و چهارتا. بله. و بعد می‌فرماید یزید و فی الخلق ما یشاء، در آفرینش اون چه خداوند مشیتش تعلق بگیرد می افزاید. بله. بنابراین بال فرشتگان مقصود یک معانی دقیق و ظریفی هست که از حیطه درک و فهم ما خارج هست، چون مربوط به عالم ملکوت هست و اون پرواز چه پروازی هست این به کسانی که اهلیت داشته باشند و دنبال کنند به اینها سپرده و واگذار میشه. صحیح. و اما اینکه حضرت ابوالفضل علیه السلام تعبیر شده که با فرشتگان، همراه با فرشتگان پرواز میکند و تمام شهدا به حال اون حضرت غبطه میخورند، یغبطه بها جمیع الشهدا. بله. که این مقام مقام بسیار ممتازی هست که همه شهیدان حتی انبیایی که در گذشته بودند و به شهادت رسیدند اینها به مقام حضرت ابوالفضل علیه السلام غبطه میخورند. و دیگر از خصوصیاتی که در زیارتنامه اون حضرت اشاره شده این است که هر صبح و شام خدا و رسول و تمام انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین به نام حضرت ابوالفضل علیه السلام درود می‌فرستند و سلام می‌کنند. بله. و مترنم به نام شریف اون حضرت هستند. باز از تعبیرات استاد ما مرحوم آیت الله موحد ابتهی این بود که سرود صبحگاهی و شامگاهی همه بزرگان تاریخ بوده است. سلام الله و سلام و ملائکت المقربین و انبیاء المرسلین و جمیع الشهداء و الصدیقین و الزاکیات و طیبات فی ما تقتدی و تروح علیک یا ابن امیر المؤمنین. سلام. یا در قسمت دیگری از زیارتنامه اون حضرت می‌خوانیم که و رفع ذکرک فی علیین، یعنی نام تو را در علیین بلند قرار داد. بله. خود علیین مقام برجسته بهشت هست. و ما ادراک ما علیون، قرآن کریم می‌فرماید کتاب مرقوم یشهده المقربون، در اون جایگاه قرب و جایگاه بسیار مقدس و عظیم حضرت ابوالفضل علیه السلام نامش اونجا می درخشد. پس این چه مقام و منطبعی هست که خداوند متعال برای اون حضرت قرار داده. در این دنیا هم ما مشاهده می کنیم برای حضرت ابوالفضل علیه السلام مزایایی هست که از برای همه افراد معلوم و مشهود هست. در کربلا اون عزیزانی که مشرف می شوند، حالا ممکن است که آقایون و خانمهای فارسی زبان اینها دقت نکرده باشند یا این مطلب رو توجه نکرده باشند، بنده
چون خودم در اونجا اون سالهایی که ساکن بودم و اخیراً هم که مشرف بودم چند تا تابلو دیدم در بیرون صحنه مطهر نوشتن که برنامه قسم به داخل صحن منتقل شد. که به چه صورت قسم؟ در کربلا این مطلب همونطور که عرض کردم از قدیم این رایج بود که افراد اینها احیانا در دادگاه به نتیجه نمی رسیدن الا اینکه مثلا یک نفر رو تکلیف می کردن که اگر قسم بخوری به حضرت ابوالفضل علیه السلام دیگه این پرونده رو ما خاتمه می دهیم. و وقتی اون می پذیرفت می آمدن کربلا و در حرم مطهر حضرت ابوالفضل علیه السلام اونجا توسط یکی از خادمین قسم انجام می شد، برنامه قسم به حضرت ابوالفضل علیه السلام. و معروف و مشهور بود که کسی جرأت قسم خوردن دروغ ندارد و این رو ثبت می کردن و ثبت می کنن. الان هم موجوده، طور که عرض کردم، یعنی دفتری هست در کربلا که این سالهای اخیر در بیرون صحن بود و الان منتقل کردن داخل صحن مطهر، یکی از غرفه ها و اتاقهایی که مخصوص این جهت هست. افرادی که اینها با هم توافق میکنن که یکی قسم بخورد به حضرت ابوالفضل علیه السلام، دیگری میپذیرد به اینکه مطلب شما رو پذیرفتم و دیگه اون اختلافی که دارن و اون دعوایی که دارن با هم خاتمه پیدا میکند به سبب قسم به حضرت ابوالفضل علیه السلام. هم که مثلا اقسم به ابوالفضل عباس مثلا ما افعل مثلا بله اون صيغه قسم رو به اصطلاح اونجا اون خادم بیان میکنه و تلقین میکنه. بله اونها هم بازگو میکنن و بعد ثبت میکنه که اونجا رسما ثبت میشه، مهر میکنن، میبرن برای دادگاه که دادگاه ختم دادرسی رو اعلام میکنه که دیگه مطلب مختومه شد به سبب قسم به حضرت ابوالفضل علیه السلام. خیلی جالب. به عنوان آخرین سال به صورت خلاصه اگه بفهم ممنون میشم، در بخصوص فرزندان، حالا جناب ام البنین فرمودید حضرت عباس علیه السلام و فرزندان حالا حضرت عباس علیه السلام، یک خلاصه داشته باشم ممنون میشم. در خصوص فرزندان حضرت ابوالفضل علیه السلام، البته اون فرزندان دیگر اینها اولاد نداشتند چون در سنین جوانی به شهادت رسیدن، هنوز ازدواج نکرده بودند. اما حضرت ابوالفضل علیه السلام ازدواج کردند. همسر ایشون به نام خانم لبابه است. لبابه به معنای بانوی خردمند و عاقل و دانا. این کلمه لبابه به اصطلاح ترجمهش این لبابه، دختر عبدالله ابن عباس، ابن عباس معروف که مفسر قرآن کریم هست و عموزاده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین علی علیه السلام است. حضرت ابوالفضل علیه السلام با این بانوی مکرمه ازدواج کردند و ثمره این ازدواج دو پسر بوده، یکی به نام فضل هست که کنیه حضرت به عنوان ابوالفضل هم معنای ظاهری دارد هم معنای باطنی دارد. معنای ظاهریش همون پدر فضل که فضل پسر بزرگ اون حضرت بوده. دوم عبیدالله نام دارد و نسل حضرت ابوالفضل علیه السلام از عبیدالله باقی مونده و شخصیت های برجسته اینها در عراق و در ایران مدفون هستند که اینها نوادگان حضرت ابوالفضل علیه السلام هستند و امامزادگان با فضیلت و با کرامت می باشند که یکی از اونها جناب حمزه است، در نزدیک هله مدفونه و زیارتگاه بسیار مهمی دارد و مردم عراق معتقد هستند به ایشون. در ایران هم به یک مورد بنده اشاره می کنم، جناب شاه سدعلی که در قم مدفون هستند و مورد توجه عموم مردم قم و جاهای دیگر هستند و مزار ایشون همیشه زیارتگاه اهل دل هست. خب خیلی ممنون از توضیحاتتون. من به نوبه خودم
مستفیض شدم انشاءالله که همیشه موفق و مؤید و پیروز باشین. خداوند رو قسم میدیم که به این ایام، ایام سوگواری اهل بیت و ایام وفات حضرت ام البنین سلام و علیها که عرض تسلیت دارم بدین مناسبت خدمت همه عزیزان بیننده، خدا رو قسم میدیم که در فرج آقا امام زمان صلوات و سلام تعجیل بفرماید انشاءالله و دست ما رو از دامن اهل بیت عصمت طهارت کم و کوتاه نگرداند. عزیزان بیننده کمال تشکر رو دارم از اینکه تا کنون با ما همراه بودین. موفق باشین. خداوند یار و نگهدارت. اربابم حسین